میخوام یکی از ایزدان اساتیری ایران رو بهتون معرفی کنم که خیلی خفن و قدرتمنده و شما هنوز از اسمش در صحبت روزمرتون به عنوان یه واژه استفاده میکنید اما شاید ندونید که این اسم اونه اهریمن با سپاه جهنمی خودش اومده بود تا دنیای آدم ها رو بگیره و تمام خوبی ها رو از بین ببره و ترس و تاریکی و آشفتگی و ناامیدی رو بین آدم ها پخش کنه و آدم های خوب رو اسیر و برده خودش کنه اهریمن میخواست هیچ انسانی روی زمین نباشه اون میخواست علاوه بر فرمان روایی جهان زیرین فرمان روایی جهان آدم ها هم باشه اهورامزدا به تنهایی توان این که جلوی اهریمن رو بگیره و سپاهش رو به جهنم برگردونه نداشت و به کمک نیاز داشت پس برای کمک راهی دیدار کسی شد کسی که قدرتمندترین بود نخست زاده بود و هزاران سال پیش از اهورامزدا پا روی زمین گذاشته بود کسی که دو چهره داشت و تولد و مرگ نداشت بلکه خودش خدای مرگ بود خدایی که گریز ازش حتی برای فرمان روای جهنم اهریمن هم ناممکن بود اون کسی بود که هیچ کس از تولد و به وجود اومدنش خبر نداشت برای همین بهش خودزاده میگفتن ایزدی که آدمها رو دوست داشت چون آدمها ها آفریدش بودن و خودش به وجود آورده بودشون. و خودش هم روح آدم ها رو در سفر به آسمان همراهی می کرد و بهشون آرامش هدیه می داد و حامی اونها بود اون خداوند قلم بین زمین و گمبد آسمان بود ایزدی که سوار بر عرابه تندروش به آسمان می و رعد و برق به وجود می آورد و با عرابه تلاییش به سوی زمین می و جهان رو در قبار فرو می بارد. آدمها تصویرش رو به شکل پیرمردی با موها و ریش سپید بلند در باد و چشمانی نافذ، زینه فراخ، قد و قامتی بلند، سوار بر گردونه زرین با درفشی سپید که هزار اسب سفید و ارغوانی اون گردونه رو میکشند ترسیم کرده بودن. آدمها دوستش داشتند و ستایشش میکردند و اونو در آسمان آسمان میدونستند. کسی که در جنگ ها به یاری جنگاوران میومد و فروهرها رو به کمک جنگاوران می آورد و باعث پیروزیشون در جنگ ها می شد. اون پیشکش های آدم ها رو به بقیه ایزدان می رسند و نگهوان پل چینبت بود و اجازه ورود آدم ها به بهشت رو میداد. اهورامزدا میدونست که اگر ازش یاری بخواد او بهش جواب رد نمیده همونطور که به میترا کمک کرده بود و سلاح بیهمتای میترا یعنی آزرخش رو براش ساخته بود و بهش داده بود میترا بزرگترین ایزد ایرانی و دشمن بزرگ اهریمن و ایزد پاکی و روشنایی و پیمان بود و حالا با داشتن سلاح جدیدش آزرخش قدرتمندترین ایزدان هم شده قدرتی چنان زیاد که اردشیر سوم شاه هخامنشی بر دیواری از کاخش نوشته ای داره که از میترا در اون نوشته کمک میخواد. اون نوشته اینه. آناهیتا و میترای ایزد مرا و این کشور را و آنچه من کردم را به پایاد. اهورامزدا میدونست که اون همیشه در سمت خوبی هاست و به کسانی که با بدی نبرد میکنن یاری میرسونه. چون اون کسی بود که آجیده ها که بدکار و دیوانه همون زه شاهنامه ازش برای شکست دادن فریدون یاری خواست اما اون با خشم درخواست آجیده هاک رو رد کرد و بعد به جاش به فریدون کمک کرد تا بتونه آجیده دهاک رو شکست بده و رو ببره و در دماوند به بند بکشه که تا ابد در بند بمونه و به این ترتیب خوبی و آرامش و روشنایی به دنیای آدم ها برگرده البته به جز فریدون ای این ایزد به بسیاری از پهلوانان و پادشاهان ایرانی یاری رسونده هوشنگ، تحمورت دیو بند، جمشید، گرشاس، و حتی به آتوسا برای ازدواج با گشتاس. اهورامزدا به اون نیاز داشت چون قدرتش از همه بیشتر بود. اون با نیزه پهن و آختش از آسمون فرود می اومد و لشکر دشمن رو در هم می کوبید. دربارش میگن از اجده ها شاید بشه فرار کرد اما گریختن از اون ناممکنه. میگن اگه کسی رو لمس کنه اونو به خوابی عمیق میبره اگه سایش رو کسی بیفته اون شخص دچار تب میشه و نگاه به چشمان مرگبارش اجده ها رو از پا در میاره. اون ایزد وای یا وایو، ایزد باد، شکارچی گریز ناپذیر ایزد کده ای اساتیر ایران و کسیه که استخانها رو در هم میشکنه و تنها گیتی استومنده که میتونه به سختی در برابرش مقاومت کنه ایزد وای دو چهره داره برای همین نام ها و لقبهای های بسیاری هم داره هم استویهاد، دیو مرگه، هم بهش رامو، سواشو و تور میگن و با تور در اساطیر نورس ریشه مشترک داره واژه وای یکی از کهنترین و دیرپاترین واجه های پارسیه ما ایرانیان مثل اهورامزدا ایزد وای رو در سختی ها یاد میکنیم و ازش کمک میخوایم به هر بار میگیم ای وای یا وای بر من در واقع داریم مثل اجداد شش هزار سالمون وای رو صدا میزنیم و فرا میخونیم تا به همون کمک کنه همونطوری که به اهورامزدا کمک کرد و سپاه اهریمن رو با خود اهریمن به دوزخ فرسته درگاهان که قدیمی ترین بخش اوستاست اومده که حتی اهریمن هم گفته وای بر من از اردی بهشت وای نماینده فضا و مکانه و نام دیگرش سواشه ریشه واژه پارسی سپهر و واژه انگلیسی سپیس هست یه لقب دیگه داره که لقبش زروانداد یا زروانداده و این برم گرده به ایزد زروان اگر دوست داشتید یه کامنت برام بذارید تا برای این ایزد هم ویدیو بسازم روز 21 هر ماه متعلق هست به وای همونطور که میدونید در تقویم های پارسی هر روزی در ماه نام خودش رو داشته و سی روز هر کدوم یک نامی داشتن وای در پارسی میانه تبدیل شده به وات و واد و ما امروز این واژه رو باد میگیم و خود واژه وای فقط در شبه جمله های مثل وای بر من و وای از دست تو کاربرد داره همونطور که اول ویدیو گفتم وای یک زد دو چهره است و این دو چهرگی از طبیعت باد نشأت گرفته یعنی مثل باد که هم میتونه خنک کننده و بارانزا و بهاری باشه مثل نسیم و هم میتونه ترسناک و اولناک و مرگاور باشه مثل طوفان و گردباد ایزد وای هم دقیقا دو چهره داره که یک چهرهش بسیار مهربان و حامی و قدرتمند و دوستدار انسان هاست و یک چهرهش دیومانند و ترسناکه و همین دو چهرگی باعث شده که در اساتیر ما دو تا ایزد داشته باشیم وای به و وای بد وای به در شمار ایزدانه و وای بد در شمار دیوانه اما پیش از اینکه این تمایز ایجاد بشه در زمان زرتشت زرتشت وای رو به اهریمن نسبت داده بود و اون از ایزد کده خودش بیرون کرده بود اما مقان بعدی با قبول تمایز بین وای بد و وای به این ایزد رو به آین زرتشت راه دادن وای بد بسیار ترسناک و مرگاور و خطرناکه و یکی از لقبهاش استویهاده استویها دیو مرگه دیوی که لقبش استخوان شکنه استخوان در هستی شناسی زرتشتی از سختی و استحکام جهان مادیه برای همین لقب گیتی استومنده به معنی استخواندار دار حالا چرا به وای بد میگن استویها یا استخوان شکن به این خاطر که ساختار این جهانی رو در هم میشکنه و از بین میبره و با این در هم شکستن مرگ رو میاره وای بعد گریزناپذیر و چیرگره برای همین نماد بلایای طبیعیه در وندیداد که یکی از بخشهای اوستاست در نکوهش روزه اومده که انسان سیر ستوده شده چون میتونه در برابر دیو استویهاد پایداری کنه واژه وای همونقدر که در گفتار روزمره ما کاربرد داره در شعر هم هست و مطمئنا همه ما شعرهایی رو شنیدیم که وای درشون استفاده شده حالا من یه دوتا مثال قشنگ بزنم ابو سعید ابوالخیر میگه گه زاهد و تسبیح به دستم خوانند گه رند و خراباتی و مستم خوانند ای وای به روزگار مستوری من گرزان که مرا چنان که هستم خانند. این یکی از استاد شهریاره و مطمئنم هم همتون شنیدید از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران ما گذشتیم و گذشتان چه تو با ما کردی تو به ما و دگران وای به حال دگران اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودید یعنی به این طور مسائل علاقه من هستید پس حتما یه سر به کانال بزنید و مخصوصا پلیلیست های آین های ایرانی و قصه های ایرانی و شاهنامه که نور چشم همه ماست ببینید و لذت ببرید این ویدیوی هم که براتون ساجست میکنم از دست ندید از همراهیتون سپاس گذارم مراقب خودتون باشید بوس بری ماهتون